تصویب قانون انتخابات در شورای ملی و اما درگیری در مجلس نمایندگان بر سر قانون ثبت احوال نفوس. دغه قانون په نهادش ماده 5 دغه کې تصویب. و هشدار وزارت دفاع ملی و طالبان از راه نظامی نمیتوانید به قدرت دست یابید. به نام خداوند یکتا و درود بر شما، به مهمترین های خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 سرطان سال 1392 خورشیدی برابر است با 15 جولای 2013 میلادی. من فواد امان هستم. سرانجام قانون انتخابات از سوی شورای ملی تصویب شد. قرار است قانون انتخابات فردا برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شود. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده بود که اگر این قانون تا کمتر از 10 روز دیگر به تصویب نرسد، انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی برگزار خواهد شد. از سوی هم دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل از حکومت افغانستان میخواهد تا هر چه زودتر قوانین انتخاباتی را توشیح کند. کمتر از 9 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده است. در قانون انتخابات صلاحیت بررسی تخطی های انتخاباتی از دادگاه انتخاباتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی واگذار شده است. از سوی هم در این قانون 20% از کرسی های شوراهای ولایتی به بانوان اختصاص یافته و برای کوچیان در کل افغانستان 7 حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده است. شورای ملی با تصویب قانون انتخابات توپ و بازی انتخابات را در میدان حکومت انداخت، اما هنوز روشن نیست که رئیس جمهور کرزی این قانون را توشیح خواهد کرد و یا نه. نسبت به ضیق وقت و نسبت به شرایطی که فعلا موجوده، ای فکر نمی کنم که رئیس جمهور او توشیح نکنه و مجلس بفرسته توشیح میکنه. قانون انتخابات نزدیک به 1 سال میان حکومت و شورای ملی زیر کار بوده است، اما تا هنوز از مشکلات در این قانون سخن زده می شود. حالا که شما این قانون اساسی رو نقض میکنین، باز منطق این در کجاست که برای کوچه ها اختصاص میتین چوکی برای اهل هنود نمیتین؟ منطق این در کجاست که برای کوچه ها اختصاص میتین برای خانم ها اختصاص نمیتین؟ ایست که باید با اینا یکسان برخورد شد. پیش از این قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی شورای ملی به تصویب رسیده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل از حکومت افغانستان می‌خواهد که بر بنیاد تعهدات دو جانبه خود به جامعه جهانی هر چه زودتر قوانین انتخاباتی را توشیح کند. تصویب این دو قانون در حقیقت قدم‌های بسیار مهم به خاطر ایجاد یک ساختار انتخاباتی قوی به خاطر انتخابات پیشرو در سال آینده است و این چیزی بوده که حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو روی ازی تعهد کرده و یک بخش از چارچوب پاسخ دهی دو جانبه است. بر بنیاد قانون رئیس جمهور کرزی باید تا 15 روز دیگر سرنوشت قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را روشن سازد، اما هنوز روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چه زمانی این قانون را توشیح می کند. و اما قانون ثبت و احوال نفوذ در مجلس نمایندگان در میان اوج از تنش ها تصویب شد. تصویب این قانون بدون درج هویت قومی سبب برخورد فیزیکی میان اعضای مجلس شد. شمار از نماینده ها خواهان درج هویت قومی در شناسنامه ها هستند، اما برخی دیگر مخالف این کار. تصویب این قانون به دلیل اختلاف نظرها بر سر همین مسئله ماها در مجلس نمایندگان به تأخیر افتاده بود. تصویب قانون ثبت احوال نفوذ در 7 فصل و 39 ماده پس از دست کم 1 سال در مجلس نمایندگان اعتراض شماری از اعضای مجلس را برانگیخت و حتی با برخورد فیزیکی همراه شد. دغه ورته پکار دی که چېرته به څوک راځي دوه په دې رد کېږي. دغه قانون په نهادش ماده 5 دغه کې تصویب دی، اما نزدیک به 50 تن از اعضای دیگر مجلس نمایندگان که به گونه اعتراض به خاطر تصویب این قانون مجلس را ترک کردند میگویند که نصاب برای تصویب قانون ثبت احوال نفوذ پوره نبود و تصویب این قانون از سوی هیئت اداری انگیزه سیاسی داشته است. مخالف هستم و تاکید بر این است که نام یک خامی در قانون اساسی آمده باید در تذکیره حتما شامل شود و تابیز کافی
نیست. به خواست مردم افغانستان، آنچه که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده بود در سند هویت انعکاس پیدا میکرد که با تاسف با وجود که نصاب نبود امروز اعلام کردن که قانون تصویب شده است. ما به می دلیل اعتراض کردیم و همچنان خواهان ازی هستیم که در رای گیری مجدد قانون تجدید نظر صورت بگیرد. پارلمان کاملا استبدادی تصویب میشه. شما دیدین که 135 نفر وکلا حاضر بودند و ما 50 نفر در اینجا اعتراض کردیم. به این خاطر رای گیری که امروز صورت گرفته در غیاب تعداد قابل ملاحظه از نمایندگان، در صورتی که نصاب هم موجود نبوده رای گیری نمیتونه قانونی باشه. ما امیدوار هستیم که با مسائل قانونی برخورد سیاسی صورت نگیره. از سوی هم برخی اعضای مجلس نمایندگان، رئیس مجلس و بخش از کارکرد این نهاد را آمیخته با فساد میدانند. این بار نیز دیده میشود که با نزدیک شدن جرگه حکومت امتیازات بیشتری را در اختیار رئیس ولایتی جرگه قرار داده که مقرری برادر چون به صفت والی یکی از ولایات از تازه ترین امتیازات است. گیره کردن از آمریکا که چرا آمریکا این کارو میکنه، پایگاه نظامی رو چرا به ما نمیده، چرا پاکستان ما رو میکشه، چرا طالبان این کارو میکنه، چرا فلان این کارو میکنه، چرا پیمان استراتژیک این جان میشه، چرا فلان میشه، چرا وزیر این کارو میکنه، چرا نرخ ها بالاست. این حرفای ما چه معنا داره وقتی خود ما در اینجا با هزار فسق و فساد آغشته باشیم؟ یکی از اعتراض های جدی نمایندگان معترض به خاطر تصویب قانون ثبت احوال نفوذ، نام نبردن اقوام در شناسنامه های برقی دانسته می شود. این نمایندگان هشدار می دهند تا زمانی که نام اقوام در شناسنامه برقی نوشته نشود به اعتراض مدنیشان ادامه می دهند و نیز این قانون را نمی پذیرند. وزارت دفاع ملی هشدار می دهد که طالبان نباید از موضع قدرت و فشار دست انتظار دستیابی به قدرت و به چالش کشاندن انتقال قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان را داشته باشند. سخنگوی وزارت دفاع ملی هرچند امسال را خونین ترین و پرچالش ترین سال برای افغانستان میداند، اما هشدار میدهد که طالبان نباید با پشتیبانی حلقه های خارجی در تلاش ناکام جلوه دادن انتخابات و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان باشند. جزئیات از نظیفه محبوبی. سال 2014 میلادی برای کابل سالی است که چگونگی انتقال قدرت سیاسی و نظامی را به آزمون میگیرد. اما امنیت بزرگترین چالش در برابر این دو روند پنداشته می شود. سخنگوی وزارت دفاع ملی در حالی که امسال را خونین ترین و پرچالش ترین سال برای مردم به نیروهای امنیتی کشور می گوید، تاکید می کند که نیروهای امنیتی کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و گرفتن مسئولیت تمامی بخشای کشور هر گونه تلاش و زمینه سازی هراس افغانان را در به چالش کشاندن انتخابات ریاست جمهوری مهار خواهند ساخت. مطمئن هستم که نقش قوای امنیتی افغان در تامین امنیت انتخابات و حمایت مردم نسبت به انتخابات های گذشته به این دلایل مشخصی که عرض کردم بهتر خواهد. در این میان مأموریت ناتو پس از سال 2014 میلادی در کشور پا برجاست، اما این مأموریت تنها مأموریت غیر نظامی خواهد بود. ISF با تعهدات خود متحد است که در جریان انتقال مسئولیت های امنیتی نیروهای افغانستان را پشتیبانی می کند و امنیت سراسر افغانستان را به نیروهای امنیتی این کشور در پایان سال 2014 میلادی واگذار خواهد کرد. ناتو و کشورهای دیگر تعهدات خود را با مردم افغانستان ادامه خواهند داد، اما زیر نام تازه مأموریت ثابت، و این مأموریت یک مأموریت غیر نظامی خواهد بود. نبود جنگ افزارهای سبک و سنگین برای پیشبرد عملیات‌های نظامی و تامین امنیت کشور از نگرانی‌های برجا مانده برای حکومت افغانستان است. با این همه وزارت دفاع ملی تصمیم ناتو را در کار نابودسازی پایگاه‌های نظامیشان در افغانستان که واکنش‌ها را نیز در کشور به همراه داشته است برای نیروهای امنیتی کشور مهم نمی‌داند. اگر مرکزهای نظامی ایمان برای نیروهای امنیتی افغان مهم باشد، درباره بجاماندن آن گفتگو می کنیم، اما پایگاه های نباشند که از بودجه نیروهای امنیتی افغانستان فراتر باشند. همکاری هند در تجهیز و آموزش های نظامی برای نیروهای امنیتی کشور بیشتر از هر چیز دیگر مهم پنداشته می شود و سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که پشتیبانی دهلی نو با کابل در کار تجهیز و آموزش های نظامی برای نیروهای امنیتی کشور بدون مداخله و ممانعت دیگر کشورها پس از سال 2014 میلادی همچنان ادامه خواهد داشت.
مجلس نمایندگان برگزاری لوی جرگه سوی رئیس جمهور کرزی را گونه تلاش او برای ماندن در قدرت می داند. این نهاد برگزاری لوی جرگه را مغایر قانون اساسی دانسته و تاکید می کند که این کار حکومت ابهامات زیادی را برای شهروندان کشور به بار می آورد. قرار است مجلس نمایندگان پیش از رخصتی تابستانیش نامه را بر رسم اعتراض برگزاری این جرگه به ریاست جمهوری بفرستد. اشاره ها به برگزاری لوی جرگه، جرگه‌ای که به باور برخی ها رئیس جمهور کرزی می خواهد آن را برای ادامه قدرتش برگزار کند. با نزدیک شدن انتخابات برخی از گروه های مخالف سیاسی حکومت نیز برگزاری لوی جرگه را بهانه برای ابطال انتخابات می دانند. امروز مجلس نمایندگان هم برگزاری این جرگه را برای شهروندان سودمند ندانسته هشدار داد که برگزاری این جرگه مغایر قانون اساسی است. هر چه چې پکې مخکې اشتراک کړی دی د شورا په نمایندګۍ کړی، که د شورا په ریاست کړی، خلاف د قانون اساسي کړی، خلاف د پارلمان د فیصلې کړی دی، قطعا جرګه عنعنوي د شورا په موجودیت کې د شورا د تحت شعا لاندې راوستل دي. شماری اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکنند که پیش از رفتن به رخصتی تابستانی باید موضع رسمی پارلمان در اعتراضنامه به خاطر برگزاری لوی جرگه به ریاست جمهوری فرستاده شود. هر نوع جرگه احتمالی که دایر میشه قبل از دایر شدن از او در موقعی که شورا در تعطیلات نرفته یک تصویب شورا را مبنی بر غیر قانونی بودن جرگه ما و شما بگیریم. رفتن به طرف لوی جرگه عنعنوی بر علاوه از اینکه نمیتونه کلید حل مشکل و معضل افغانستان باشه، ابهامات را هم در تصامیمش به وجود میاره. به دلیل اینکه جرگه عنعنوی از لحاظ قوت، صلاحیت و صلابتش نمیتونه جاگزین لوی جرگه قانون اساسی شوه. این در حال است که ریاست جمهوری در تازه‌ترین مورد هدف از برگزاری لوی جرگه را تصمیم شهروندان کشور برای امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا دانسته و تاکید کرده است که شماره تلاش میکنند که با تخریب لوی جرگه موافقتنامه امنیتی افغانستان با امریکا بدون توجه آرای شهروندان کشور و با چشمان بسته به امضا برسد. از سوی هم مجلس نمایندگان طرح تازه‌ای را برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان ترتیب داده است. در این طرح است نماینده های تمامی جناح‌های دخیل در جنگ افغانستان از جمله پاکستان، هند، روسیه، امارات و نیز جریان های سیاسی مخالف حکومت و نماینده های طالبان خواسته شده است که گرد هم آیند و درباره گفتگوهای صلح تصمیم گیرند. قرار است این طرح پس از بررسی اعضای کمیسیون های مجلس نمایندگان به حکومت پیشکش شود. باشندگان شهرهای هرات و کندوز از آلودگی محیط زیست و انباشته شدن زباله‌ها در بخش‌های گوناگون این شهرها شکایت دارند. باشندگان شهر کندوز می‌گویند که به دلیل بی‌توجهی شهرداری زباله‌ها برای هفته‌ها در سطح شهر باقی می‌ماند. و اما در هرات از انتقال زباله‌ها با وسایل نقلیه غیر معیاری از سطح شهر شکایت شده است. آلودگی محیط زیست از نگرانی‌های جدی شهروندان در شهرهای بزرگ کشور است. هرات و کندوز از این شهرهای است که ساکنان آن از آلودگی محیط زیستشان شکایت دارند. شماری از باشندگان هرات میگویند که شهرداری این ولایت زباله ها را به گونه غیر مسئول به محلات انباشت زباله ها در شمال و جنوب این شهر منتقل میکند که سبب آلودگی هوا و محیط زیست شده است. آنان میگویند که روزانه نزدیک 700 تن زباله در این شهر تولید میشود، اما شهرداری این شهر ظاهرا ظرفیت انتقال این مقدار زباله را ندارد. در این حال برخی ساکنان شهر کندوز از انباشته شدن زباله ها در جاده ها و کوچه های این شهر نگرانی دارند. به گفته آنان به دلیل بی‌توجهی مسئولان شهرداری زباله ها برای چند هفته در کنار جاده ها باقی میمانند. تمام این مردم مریض کرده، همین مسجد، همین تو عذاب، ده خانه، صد خانه، همین سرا و همه پر از اشغالیه. مجموعا مریضی ایجاد بشه و اطفال مردم با درد و مریضی مبتلا میشن. شهروند صاحب همیشه همه چیز مسئولیت نمیکنه و اصلا سرطان همیشه مزایم میشه. در حالی که مسئولان شهرداری هرات درباره شکایت باشندگان این شهر پاسخ مشخص دارند، اما مسئولان شهرداری کندوز از ساکنان این شهر خواستار رعایت فرهنگ شهرنشینی شده و همچنان از آنان خواستند زباله ها را در محل معین آن بیندازند. شهرداری هرات روزانه 702 خوردی تون تقریبا آشغال از نوعی باشندگان جمع‌آوری میکنه و به فاصله 35 کیلومتری در جنوب شهر دفن میکنه. از یک طرف پاک میشه، دیگه طرف خرابیست.
از دیگه طرف پس چتل میشه، از دیگه طرف پاک میشه، از دیگه طرف خراب میشه. ما میره از مردم خود توقع ما این است که سلام پرسنل هم دل بسازن، کثافاتی که تولید میشه در جای معینش برتن، وسایط ما میاین امورا انتقال میتن بیرون شهر. شکایت ساکنان شهرهای هرات و کندز از آلودگی محیط زیست و انباشته شدن زباله ها در حال است که به گفته مسئولان بهداشتی میزان بیماری ها به دلیل گرمی هوا در تابستان افزایش می یابد. پنجمین نمایشگاه بزرگ بهار قرآن در شهر کابل برگزار شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند کاشنایی با معارف قرآنی و بهره‌گیری بهتر از فضای معنوی ماه مبارک رمضان از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. این نمایشگاه از سوی برخی از ناشران و دارالحفاظها در شهر کابل گشایش یافته و تا 16 ماه مبارک رمضان باز می باشد. ده ها تن از ناشران داخلی و خارجی، دارالحفاظها، نویسندگان و خوشنویسان هزاران اثر چاپی، هنری و نرم‌افزاری درباره قرآن و معارف اسلامی را در نمایشگاه زیر نام بهار قرآن به نمایش گذاشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی جوانان و نوجوانان با معارف قرآنی دانسته شده است. هدف اصلی من این هست که از فضای معنوی ماه مبارک رمضان و این ایام بسیار خجسته و نورانی بتوانیم جوانان و جوانان عزیز کشورمان را با معارف دینی و قرآنی بیشتر آشنا بکنیم. گفته می شود بیش از 30,000 کتاب دینی و اخلاقی به زبان فارسی مشمول آثار تازه برخی از نویسندگان کشور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. میخوام نوشته هایی که دارم باید ایره عرضه بکنم تا مخصوصا قشر جوان آگاهی پیدا بکنن و اونا هم راه را پیش بگیرن که برای سعادت دنیوی و اخروی از اونا به درد بخوره. از سوی دیگر نسخه های خطی قرآن کریم به زیبایی آثار و شمار بازدید کنندگان این نمایشگاه افزوده است. دستاور خود به نمایش گذاشتیم که جوانان علاقمند بیاین ببینن آثاری که ما آماده کردیم به این زیبایی است. انشاءالله اگر چاپ هم بکنیم شاید از زیباترین نسخه های قرآنی در سطح جهان اسلام داشته باشه. اما کودکان و نوجوانان دبستانی با دید و استفاده از کتاب ها و آثار این نمایشگاه را بسیار سودمند می دانند. چیزی که ما در اینجا دیدم ایسته که باید ما روزمره درس خود خوب بخونیم و تا اخلاق نیکو داشته باشیم تا بمانند یک دختر مسلمان یا یک پسر مسلمان بتونیم زندگی خود را جور کنیم. این نمایشگاه از 5 سال به این سو همزمان با دهه نخست ماه رمضان در شهر کابل برگزار می شود. باورها بر این است که برگزاری همساله این نمایشگاه ها می تواند در کنار ترویج و فرهنگ کتاب خوانی نسل جوان و نوجوان کشور را از معصیت و گمراهی نجات دهد. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با رهبران جدید مصر امروز وارد این کشور شد. کاخ سفید میگوید که ویلیام برنز قرار است با رهبران موقت مصر در مورد پایان دادن به خشونت‌ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور گفتگو کند. این نخستین سفر یک مقام آمریکایی به مصر پس از برکناری محمد مرسی از سمتش است. عبداللطیف ابراهیمی رسما به عنوان والی تازه تخار معرفی شده است. پیش از این شمار از ساکنان ولایت تخار ادعا کرده بودند که به قوم ازبک در ادارات دولتی این ولایت سهم کمتر داده شده و به همین خاطر چند روز پی هم تظاهرات گسترده کرده بودند. عبداللطیف ابراهیمی در گذشته نیز برای چند سال در سمت والی تخار کار کرده است. پیش از این احمد فیصل بگزاد در پست ولایت تخار کار میکرد. اگر شما والی سبا در سالهای گذشته هم به عنوان والی ولایت داشتیم، اما در مقایسه با والی های دیگه چندان نکات را به عنوان نکات مثبت یا در جهت مثبت این قابل ملاحظه نداشت. در گذشته مردم یک سلسله در قسمت کارش نقد داشتن، یعنی از کندی کار در قسمت پیشبرد کار و... تا لحظاتی که هستیم به خاطر ایجاد یک اداره سالم و دور از هر نوع فساد که ما افیایش خود مسئول میدانیم و مکلفیت خود میدانیم. با سلام مجدد و حال همکارم ادریس تیموری خبرهای ورزشی را تقدیم میکند. تشکر فواد. با تقدیم سلام و این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی والیبال افغانستان پس از سومین شکست خود در مسابقات کشورهای جنوبی با این جام ودا کرد. رقابت های کشورهای جنوبی آسیا که از 12 ماه روان میلادی با اشتراک تیم های مالدیف، افغانستان، نیپال و سریلانکا در نیپال برگزار شده بود، افغانستان با شکست در برابر تیم های سریلانکا در سومین دیدار خود با این جام خداحافظی کرد.
در دیدار اخیر افغانستان با نتیجه 0-0 مغلوب تیم والیبال سریلانکا شد. بازسازی جمنازیم ورزشی شهرداری کابل تا دو ماه دیگر به پایان میرسد. این جمنازیم ورزشی که به ارزش 144 هزار دلار آمریکایی بازسازی می شود، پولش از بودجه USAID پرداخته می شود. در این جمنازیم افزون بر میدان برای ورزش های داخل سالن، اتاق جلسه، اتاق وزنه‌برداری، رختکن و حمام نیز در نظر گرفته شده است. کریس فورم بریتانیایی توانست با پیشی گرفتن از حریفان خود عنوان نخست مرحله 15 مسابقات بایسکلرانی دور فرانسه یا تور دی فرانس را به خود اختصاص دهد. این مرحله که 242.5 کیلومتر طول داشت، یکی از طولانی ترین مرحله مسابقات تور دی فرانس به شمار می رفت که این مرد بریتانیایی آن را فتح کرد. کریس فروم با 29 ثانیه اختلاف نسبت به حریف کلمبیای خود نیرو کوینتانا این عنوان را کسب کرد و افزون بر قهرمانی خود در این مرحله، فاصله اش را با نزدیکترین تعقیب کننده اش بوکمولما از 2 دقیقه به 4 دقیقه و 14 ثانیه افزایش داد. پس از کریس فروم و نیرو کوینتانا، مایکل نوی با 1 دقیقه و 23 ثانیه سوم شد و آلبرتو کونتادور با 1 دقیقه و 40 ثانیه اختلاف نسبت به نفر نخست در جایگاه ششم ایستاد. تییاگو آلکانترا یکی از بهترین بازیکنان اسپانیا در مسابقات زیر سنین 21 سال با قرارداد 4 ساله با تیم فوتبال بایر مونیخ قهرمان آلمان با اروپا ملحق شد. آلکانترا که عضو باشگاه بارسلونا بود با قرارداد 25 میلیون یورویی در حال راهی سرخپوشان بایرن شد که پیش از این گواردیولا مربی پیشینش نیز ابراز علاقه به پیوستن وی به این تیم کرده بود. بارسلونا مبلغ 25 میلیون یورو برای بازیکن 23 ساله خود دریافت خواهد کرد که 7 میلیون یورو بیشتر از مبلغ توافق شده در قرارداد این بازیکن برای پیوستن به تیم دیگر است. مهمترین های خبر در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم و حال شما را دعوت می‌نماییم به ادامه برنامه رسم عاشقی.